خب ارتباط ما برقرار هست با همکارم آقای احمدی در محله عین دو. آقای احمدی سلام بر شما، از اوضاع این محله بفرمایید. خواهش میکنم. به نام خدا، عرض سلام و عفو دارم خدمت شما همکار محترم. با توجه به اینکه دو رودخانه دز و کرخه در نقطه الهایی تلاقی پیدا کردن با هم دیگه، به همین علت افزایش دبی رودخانه در اون قسمت رو داشتیم. 5 نقطه در شهرستان احواز رو دستور تخلیه اعلام کردن و این مناطق در واقع کوی عین دو هست، سلیم آباد، گلدشت، سیاهی و سادات. در خصوص منطقه کیانشهر هم تا این لحظه در واقع به ما اعلام کردن که این منطقه هم آماده باش هست، با توجه به اینکه سیل بندهای اون مناطق در حاشیه رودخانه در واقع کارون و کرخه در حال تعمیر هستند، این مناطق هم آماده باش اعلام شده. مسیر احواز و اندیمش کماکان بسته است و با توجه به اینکه افزایش آب رو بر روی جاده داشتیم، کماکان هنوز مسدود اعلام شده. در خصوص جاده آبادان هم کماکان مسدود هست، آب وارد برخی از نقاط در واقع در شهر احواز شده و در حال در واقع وارد شدن هست. به همین دلیل 5 نقطه تا حالا تخلیه اعلام شده و نقطه دیگر آماده باش هست، خبری از نقاط دیگر هنوز نرسیده. در خصوص در واقع وضعیت هم وزیر کشور همینک بر فراز آسمان احواز از طریق بالگرد در حال بازدید هستند که بدونن در واقع وضعیت آخرین مناطق سیل‌زده‌ای که در احواز وجود داره به چه شکل هست و در خصوص افزایش دبی رودخانه هم در حال بررسی هستند. اینجایی که پشت سر من می‌بینید یکی از نقاطیه که در شهر احواز در حاشیه در واقع دچار آب گرفتگی شده، این منطقه هم دچار آب گرفتگی از بخش‌های مختلف شده. به همین دلیل در واقع پیش‌بینی‌ها نشون میده که تا این لحظه در واقع همون 5 نقطه فقط تخلیه شدن و به همین دلیل اخبار جدید رو هنوز به دست ما نرسید و انشالله در بعد از جلسه ستاد مدیریت بحران اخبار جدید رو خدمت بینندگان عزیز خواهیم رسوند. متشکرم آقای احمدی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خوزستان. همچنین از خوزستان خبر می‌رسد در حال حاضر ورودی آب به سد کرخه 1400 متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن 1800 متر مکعب بر ثانیه تنظیم شده است. با تلاش مسئولان آبفاد، تأسیسات شهر الهایی که به علت افزایش سطح آب رودخانه کرخه و زیر آب رفتن اسکله آبگیر دچار اختلال شده بود، وارد مدار شد و مشکل آبرسانی منطقه حل شده. همچنین به همت نیروهای امدادی مسیر شوشتر به احواز و جاده شیبان که به علت سیلاب مسدود شده بود بازگشایی شد. مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان خبر داد برق اکثر روستاهای این استان وصل شده و با ایجاد راه‌های دسترسی برق 82 روستای بدون برق این استان هم تا یک هفته آینده وصل می‌شود. معاون آبهای کشور گفته با تلاش‌های انجام شده در حال حاضر هیچ شهر و روستایی در لرستان بدون آب نیست. رئیس جمهور امروز در جلسه هیئت دولت در واکنش به اقدام رژیم آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، این اقدام را شعاری، تبلیغاتی و سیاسی دانست و تصریح کرد. نظامیان تروریست رژیم آمریکا به خوبی می‌دانند که اگر پا را فراتر از حد شعار بگذارند با چه مصیبت‌هایی مواجه می‌شوند. آیات اعظم، مکارم شیرازی و نوری همدانی از مراجع تقلید هم اقدام آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران را نهایت بی‌عقلی دانستند و گفتند با این کارها محبوبیت سپاه بیشتر می شود. دبیر شورای نگهبان هم گفت نتیجه حماقت‌های دولت مردان آمریکا عبرت تاریخ خواهد شد. علما و طلاب حوزه علمیه قم هم در تجمعی اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه سپاه را محکوم کردند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت شریف ایران دعوت کرد پس از اقامه نماز جمعه این هفته در سراسر کشور در تظاهراتی خشم و نفرت خود را از این اقدام ننگین به نمایش بگذارند. وزیر امور خارجه کشورمان هم در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران گفت اقدام احمقانه و مضحک آمریکایی‌ها هم